با سلام خدمت شما دوست عزیز، تو این جلسه با تغییر نام کاربر و مسیر پیشورز برای ذخیره باز کردن و همچنین زوم آشنا میشید. قسمت اول مربوط میشه به تغییر نام کاربر. برای تغییر نام کاربر کافیه که وارد منوی فایل بشیم، گزینه آپشنز رو انتخاب بکنیم، از قسمت جنرال Personalize your copy of Microsoft Office تو قسمت Username نام کاربر رو میتونید تغییر بدین. برای تغییر مسیر پیش‌فرض برای ذخیره کافیه که وارد قسمت Save بشین و تو قسمت Save Presentation تو قسمت Default Locate File Location رو تغییر بدین تا مسیر پیش‌فرض برای ذخیره و باز کردن نیز تغییر بکن. این زمان هم مربوط میشه به حالا برای تغییر و یا برای تنظیم زمان ذخیره سازی خودکار هستش. این قسمت مربوط میشه به که فایل ها با چه فرمتی ذخیره بشن. این گزینه هم مربوط میشه به اون محلی که فایل ها به صورت اتوماتیکوار ریکاوری میشن دوست عزیز. قسمت بعدی مربوط میشه به زوم. در حقیقت زوم برای تغییر بزرگنمایی یا کوچکنمایی فایل ارائه مطلب به کار میره که از دو طریق قابل دسترسه. یکی از گوشه سمت راست نوار وضعیت، تو این قسمت شما میتونید کوچکنمایی و یا بزرگنمایی بکنید از این طریق. این گزینه مربوط میشه به اینکه جا کردن اسلاید تو پنجره فعلیه. از این طریق هم شما میتونید تغییر بزرگنمایی رو از طریق این دستگیره میتونید انجام بدین. میتونید حالا کوچیکتر و یا بزرگتر بکنید. تو این قسمت هم کلیک بکنید که پنجره زوم برای شما نمایش داده میشه که تو این قسمت بزرگنمایی به چه میزانی باشه. تو این قسمت بزرگنمایی بر حسب درصد هستش. قسمت بعدی که میتونیم به زوم دسترسی داشته باشیم از طریق تب ویو هستش و گروپ زوم. اگه روی زوم هم کلیک بکنم باز به اون گزینه ها دسترسی میتونم پیدا بکنم. گزینه فیت تو ویندو هم اسلاید به اندازه پنجره فعلی بزرگ میشه. قسمت بعدی مربوط میشه به سویچ ویندو. در حقیقت اگه چند تا فایل ارائه به صورت همزمان باز باشه، برای انتخاب فایل ارائه مطلب دلخواه از این گزینه میتونیم استفاده بکنیم، یا با کلیدهای ترکیبی کنترل و F6 و یا کنترل و شیفت و F6 هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. قسمت بعدی مربوط میشه به گزینه گروپ شو. نوت رو که قبلا توضیح دادم، گزینه رولر باعث نمایش یا عدم نمایش خط کش میشه. گزینه گرید لاین یه تعداد خطوط شبکه‌ای هستش که توی طراحی ما میتونیم ازش کمک بگیریم. گایدز هم خطوط راهنما هستش که من اگه بیام روی خطوط قرار بگیرم میتونم اینو جابجا بکنم و توی طراحیام ازش استفاده بکنم. به این صورت